خب شروع شد. خب دفعه پیش تا فصل 3 رو خوندیم و وسط های فصل 3 رو خوندیم و این دفعه دیگه تموم میکنیم فصل رو که برسیم به فصل 4. دیگه این قسمت هاش خود آسون میشه، خیلی مثال میزنه من، خیلی حرفه پر گوشتی نمیزنه اصطلاحا. خب اگر درست یادم باشه تا اینجا رفتیم، درسته؟ بیگمان سرزمین های شورشی اگر دوباره بچه صحبت داره میکنه، صحبت داره اگر از یه چیز یواش صحبت از چی داره میکنه، از پادشاهی هایی که باز دوباره بزر از اول برم میکنم چیز کلی فصل چیه، انواع اصلا حکومته. گفتم من بهتون که سعی کنید این درخت بکشین، درخت پرفیری هم میگن، اما اقسام حکومت هاست، پادشاهی جمهوری و پادشاهی ها چه نوع هست، پادشاهی نوبنیاد، پادشاهی هایی که از قسمت های دیگه به وجود اومدن، نوبنیاده یا موروثیه یا کاملا نوبنیاده، و داره حالا میره مثال ها رو زد و اینجا داره پادشاهی که از پیوستن چند قلمرو به یک دیگر پدید میاد، هنوز تو قسمت نوبنیاده دیگه و از اون قسمت جمهوری رو هنوز اصلا بررسی نکرد، ولی هنوز توی اون شاخه پادشاهی هستیم و پادشاهی های نوبنیاد. خب پس پروبلماتیک ما اینه. یه نفر دیگه میخواد بیاد. خب پس مسئله الان این پادشاهی های نوبنیادیه که موروثی نیستن و از پیوستن چند قلم رو به دست آوردن. اینجا مثال چی رو زد؟ مثال این دوک فرارا رو زد و بعد اینکه چطوری از دست داد این میلان رو و دوباره از پادشاهی فرانسه. و اینجا مسئلهش پس اینجا از اینجا که شروع میکنیم، از اینجا که صفحه 31 است، مسئله ادامه دادن، در واقع ادامه دادن اونه که دوک فرارا چطوری بر پادشاه فرانسه میشوره، پادشاه فرانسه میلان رو از دست میده و دلایل از دست دادن این میلان از چنگ پادشاه فرانسه است. خب اتفاقی بکران تاریخی این قضیه چیه؟ اینه که خب پادشاهی فرانسه، یعنی امروزه که این نقشه ها رو میبینید، خب ایتالیا و فرانسه و اسپانیا و همه اینا خیلی مرزهای مشخص و جغرافیایی دارن. اون موقع اینطوری نبود، حتی مرز خاص این که فرض کنید مثلا مرزبانی وجود داشت، پاسپورت چک میکرد یا ویزا چک میکرد، از این حرفا نبود. هر کس میتونست خیلی راحت از یه جا بره به یه کشور دیگه. پس میلان رو اگر نگاه کنید رو نقشه، به سمت شرق خیلی نزدیک به فرانسه، به سمت شمال به چیز به سوئیس و علاوه خصوص اون قسمت فرانسوی زبان سوئیس. به صورت سنتی کسایی که اونجا بودن یه خاندانی بودن به اسم خاندان لومباردها و این خاندان با مدیچی ها و خاندان های دیگه جمهوری ونیز و جنوا در چیز بود، رقابت بود. برای همین دائم در این اتحادهایی بین فرانسه و اسپانیا خودشون رو قرار میدادن و کمتر پاپ تا بتونن مسلط بشن بر اون حوزه خودشون. این لومباردها یه زبان ایتالیایی صحبت میکردن. حالا اینجا بگم زبان ایتالیا هنوز زبان استاندارد شده نبود، یه تفاوت‌های زیادی با هم داشتن، مسئله ما نیست، فقط من فقط دارم اینو میگم زبان ایتالیایی شمالی حرف میزنن اینطوری بگم. و با فرانسه مخصوصا با اون قسمتی که جنوبش هست قرابت‌های کوچیک زبانی داشتن، نه کامل، نه مثلا فرض کن یک میلانی حرف یه کسی که در روم بود و میفهمید، ولی حرف کسی که در نزدیکش بود در
شرقش در فرانسه رو ممکن بود خیلی به سختی بفهمه. فرض کنید مثلا مثال مثلا شما لهجه مازندرانی با فارسی امروزی، خب برای ما یه سریاش خیلی سخته، نمیتونیم بفهمیم یه همچین تفاوت های موجود بود بین لومبارد ها و فرانسه. خب حالا اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که این اتحادی که بین لومبارد به صورت سنتی بین لومبارد ها و پادشاه فرانسه بود به هم میخوره. پادشاه فرانسه میاد میلان رو، پادشاه فرانسه میلان رو اشغال میکنه. میلان که اشغال شد دوباره از اون پایین از زیر دوک فرارا میشورن و میندازنش بیرون. دوباره یه اتفاق دیگه میفته، دوباره فرانسه اینو میاد اشغال میکنه، یعنی اون دوک رو فراری میده و دوباره شورش اتفاق میفته و برای پادشاه فرانسه برای همیشه از اونجا میره بیرون. خب اینجا داره حالا میخواد دلایل این رفت و برگشت رو ماکیاولی میخواد توضیح بده. میگه باری فرانسه هر دو بار میلان رو از دست داد. اون بالا هم دفعه بعد از ایتالیا که اینجا نوشته گفتم که منظور چیه دیگه، خودتون مراجعه کنی به اونجا. با اینکه صحبت از لومبارد ها و میلانه، ولی ایتالیای وقتی میگه ایتالیا داره در واقع اون وحدت فرهنگی این اقوام ایتالیایی رو اشاره میکنه و اینجا رو میرسیم چرا همچین کاری داره میکنه. خب نوشته باری فرانسه هر دو بار میلان را از کف داد. دلیل های کلی بار نخست رو باز گفتیم دو تا پاراگراف بالاتر. حال به دلیل های بار دوم میپردازیم تا ببینیم پادشاه فرانسه یا هر کی به جای اومی بود برای نگاهداشت سرزمین هایی که گشوده شده میبایست در پی کدام چاره می بود تا به چنین سرانجامی دچار نیاید. خب پس داره دلیل دوم رو میخواد بگه. دلیل اول اون بالا گفت این بود که وقتی که ماکیاولی بالا گفته بود وقتی که یه شهریار جدیدی میاد سرزمینی رو میگیره نباید آدمای محلی رو آزار بده، نباید مالیات زیاد بگیره، نباید قوانین اونجا رو دستمالی کنه، خلاصه باید آدم ها رو بذاره همونطوری که هستن و از محلی ها در واقع اتحاد جمع کنه. این دلیل اول بود. حالا دلیل دوم، چون فکر اینه که خب ممکنه این کار بشه کرد، یعنی ممکنه الان ایدهی که الان تو ذهن ماکیاولی هست اینه که خب من به صورت خیلی ترتمیز و منطقی میگم که خب اگر مثلا متحد میشه گیر آورد، اتحاد بست، قوانین رو عوض نکرد، مالیات نبست، حالا داره میگه که پس ذهنش هست آیا این واقعا ممکنه، یعنی آیا به این راحتیه که مثلا من یه سرزمین رو بگیرم به هیچیش دست نزنم، به قوانینش دست نزنم و همچنان بر اون سرزمین مسلط باشم. پاسخش اینجاست. نخست باید دید که سرزمین نوگشوده‌ای که به یک کشور کهن پیوندانیده می شود، فرانسه پیوند کهنه، کشور کهنه، آیا سرزمینی است همجنس و همزبان با آن کشور یا نه. اگر چنین باشد کار چندان دشوار نیست، به ویژه اگر که آن مردم به آزادی و خودسالاری خو نگرفته باشند. خب اینجا رو توضیح میدم. اول نکته اولش در مورد این کلمه کشوره. خب اینجا خود چیز خود متعدد اسکینر در واقع تریتوریز نوشته و in the same country، ولی country اینجا معنیش کشور به معنی دولت ملت نیست، به معنی استانه. اینجا تو ایتالیاییش اگر آدم بره از کلمه کجا بود نوشته ما quando di acquisire stati è una provincia، province انگلیسی. خود اسکینر هم این پایین توضیح داده، اگه بریم به چیز نوشته نوشته provincia it denotes any area that is larger than a city or city state یا چیتا. خب اینو که اول، خب کشور نیست، یعنی پادشاهی فرانسه اینجا یک کشور رو به خودش
منظم نکرد، یه ناحیه کوچیکی رو منظم کرد به خودش که میلان بود. پس وقتی این کشور منظور اینجا منظور اون دولت ملت و کشور در معنی که امروز میفهمیم نیست. اصلا اصولا اون زمان ایتالیا چیزی به اسم کشور وجود نداشت، کشور سیاسی ایتالیا. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که اینجا از کلمه از چیزی که استفاده کرده چیز نمیشه، اگر چنین باشد آن مردم به آزادی و خودسالاری خون نگرفته باشن. اینجا ترجمه که اسکینر کرده if they are not used to living freely. خب در ایتالیاییش هم هست vivere libere. خب یعنی زندگی آزادانه. اینجا اصلا خودسالاری تو کلمه نیومده. یعنی وقتی که کلمه خودسالاری رو اشاره میکنه، ترجمه میکنه چیز چی میگه آشوری، فقط آزادی رو آورد. بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی خانم. خب پس خودسالاری اصلا پس غلطه. ولی اینجا که داره میگه آزادی، منظورمون چیه؟ آزادی مثلا انتخابات نیست، آزادی رای دادن نیست، آزادی حتی خود تعیین سرنوشت، خود مختاری، اینا هم نیست. ویوره لیبره صرفا یعنی آزاد باشی به عقاید خودت رو داشته باشی، فرهنگ خودت رو داشته باشی و اونا رو بتونی پراکسیس انجام بدی، اونا رو بتونی پراکسیس کنی اصطلاحا. همین یعنی بتونی هر مذهبی میخوای داشته باشی، هر نوع زندگی که میخوای داشته باشی و بتونی اینو بدون دخالت حاکم انجام بدی. و اینجا اصلا هیچ ربطی به آزادی انتخابات، آزادی سیاسی اینطور که ما فکر میکنیم نداره. ویور لیبره صرفا یعنی این نوع آزادی، یعنی یک به اصطلاح منطقی درک thin understanding، درک نازک، نمیدونم چطوری ترجمه میشه، میگن درک نازکی از آزادی اینجا منظور ماکیاولی است. پس این دوتا هست. حالا میام تو چون این دقیقا اینو میتونیم از مثالهایی که بعد میزنه بفهمیم، علاوه بر اینکه لغتش تخصصیه، ولی از مثالهایی که بعدش میزنه میفهمیم منظور آزادی فرهنگی بیشتر یا آزادی انجام امور روزمره اینطوری مثلا درک کنیم. خب پس اینجا چیکار کرد؟ گفته که ما داریم به دلیل دوم از دست دادن میلان توسط فرانسه میپردازیم. باید اول ببینیم وای همجنس و همزبان. همجنس یعنی هم فرهنگ، همزبان هم که میفهمیم چیه، آیا این و دو آیا به آزادی خو نگرفت، یعنی آیا مردمان آزادی بودن. پس دو تا مؤلفه را آورد، فرهنگ، آزادی. برای آرام نگاه داشتن این مردم کاری جز کوتاه کردن دست خاندانی که برایشان فرمانروایی داشته است نمی‌باید کرد. در دیگر امور تا زمانی کسی را با آیین زندگیشان کاری نباشد و میان راه راستشان فرق نشود، مردم با آرامی با یکدیگر صلح خواهند کرد. این دقیقا منظور آزادیش بالا که گفت همین. چنانکه در بریتانی، بوگونی، گاسکونی و نورماندی دیده شده است که دیدی بخشی از پادشاهی فرانسه بودند. میان ایشان اگرچه اندکی زبان اندکی ناهمگونه است، اما راه و رسم زندگی همانند است و مردم به آسانی میتوانند با دیگر سر کنند. کسی که چنین سرزمین‌هایی را بگشاید برای نگاه داشتنش میباید دو نکته را به خاطر داشته باشد. پس اینجا چی شد قضیه؟ هم توضیح داد که منظورش از فرهنگ چیه و هم منظورش از آزادی چیه، راه و رسم زندگی. و فرهنگ منظورش اینجا به زبان بیشتر داره اشاره میکنه. مثال هایی هم که بوتانی و بوتاین و بوگوند و اینا رو که میزنید، در واقع اینا یه سری ببینید پادشاهی فرانسه یه پادشاهی بودی که شامل
اقوامی بودن که خیلی اصلا خیلی تفاوت‌های زیادی داشتن. حتی مثلا در شرق فرانسه که بدین یه اقوامی هستن که آلمانی صحبت می‌کردن، الان دیگه نمی‌کنن، ولی اون زمان آلمانی صحبت می‌کردن، یا یه زبان شبیه آلمانی آلزاسی بهش می‌گن. خب پادشاهی فرانسه اینا رو با لشکرکشی و سرکوب اینا رو همه رو تونست یه وحدتی ببخشه و در واقع همیشه اون قسمت هم که آلمانی زبان بود مشکل داشت، تا هنوز هم مشکل داره البته، این سری جنبش های جدایی طلبانه تو قسمت دارن، ولی این جاهایی که دارن میگن در واقع کسایی بودن که یه مشترکات کلی با فرانسه مرکز، یعنی فرانسه که در پاریس هست، دقیقا پاریس مرکز هم چیز اقتصادی سیاسی و فرهنگی فرانسه بوده، امروز هم هست، داره میگه این با اونا یه قرابتی داشته، این بریتانی چون قسمت هایی هستن در جنوب و وسط فرانسه و کمی به غرب و غرب. پس داره میگه که فرهنگشون هم باید یکی باشه، حتی اگر زبانشون هم یکی نیست، یعنی کاملا یکی نیست، اشتراکاتی داشته که بتونن حرف هم دیگر رو بفهمن. در واقع اونایی که در این بوتاین و بورگون اینا بودن میتونستن زبان پادشاه فرانسه در پاریس رو بفهمن. خب پس اینجا داره این نکته رو میگه، ولی و بعد حالا تو پس زنیتون باشه که راجب میلان صحبت میکنیم. خب وقتی که میایم به غرب فرانسه، به شرق فرانسه و اون مرز با ایتالیا دیگه عوض میشه، یعنی زبانشون دیگه یکی نیست. پس میگه یکی از اینها وقتی این اتفاق میفته باید نگران باشه شهری. خب کسی که چنین سرزمین هایی را بکشاید برای نگاه داشتنشان اینجایی. اینجا کسی که سندرومی برای نهاشون میباید دو نکته را بخاطر، یکی از میان برداشتن خاندان فرمانه بشین، دوم دست نزدن به قوانین و مالیات ها، آنگاه چندی نخواه بسید با سزن امسی هم اینان خواهد شد. این دقیقا اتفاقی که فرانسه کرد وقتی اون همین سرزمین های گسکون و نوماندی و بوکون و بوتاین رو گرفت، همه اینا رو اصلا خاندان های دوک های و مارکی های محلی رو از بین برد، یه سری دست نشانده هایی از پاریس گذاشت، ولی گذاشت هر کاری که میخوام بکنن، خیلی هم مالیات نگرفت. خب حالا اینجا داره میرسه به میلان. اما اگر کشورهای فراچنگ آمده، باز اینجا در نظر داشته باشید دیگه، همین وقتی که میگه چیز کشور، باز در نظر داشته باشید داره از کلمه پروینسی استفاده میکنه، پروینچال استفاده میکنه، پروینس نه کشور. اما اگر کشورهای فراچنگ آمده را زبانها و رسمها و قانونهای گوناگون باشد، دشواریها پدید خواهد آمد و نگاهداشتان را جز به یاری بخت و همت بلند نخواهد بود. بخت شاخکاتون چیز بشه، تیز بشه وقتی این کلمه رو میشنوید. فورتونا خط بزنید بنویسید فورتونا. و یکی از بهترین و کارگرترین چاره آن است که گشاینده چنین کشوری خود در آن به سر برد. چنین کاری کشور تازه گشته را در امانتر و پایدارتر خواهد داشت. و این همان کاری بود که ترکان در یونان کردند. خب حالا داره چی میگه؟ میگه اگر فرق داشت با هم این فرهنگشون، باید یه سیاست دیگه ای رو رفت، و اون اینه که فردی که گشوده مستقیم بیاد تو همون سرزمین ساکن بشه، کاری که چیز نکرد، پادشاه فرانسه نکرد، اومد سرزمین فرانسه رو گرفت و بعد دوباره برگشت به پاریس. این مثالش خب بعد به مثال اون چهار تا ناحیه فرانسه هم در نظر بگیرید، نورمان و بریتانیک،
کاری که پادشاه فرانسه در اون زمان کرد این بود که از پاریس فرستاد یه سری آدم ها رو به اون پایین، ولی در مورد میلان این کار نکرد. دلیلش مهم نیست چون این کار نکرد، ولی من میخوام فقط توجه رو جلب کنم به این، به این جنس از استدلال که وقتی که میگه شما برای اینکه اون سرزمین تازه فتح شده رو که زبانش با شما فرق داره و فرهنگش با شما فرق داره بتونید نگه دارید، خود کسی که در واقع حکم تسلط فرمان رواست باید تو اون سرزمین بشینه. دلیلش چیه؟ یعنی چرا؟ یعنی چرا باید بیاد به نزدیک اون، نزدیک اون سرزمین باشه؟ باز برمیگردیم به اون متدولوژی ماکیاولی، یعنی باید از نزدیک آداب و رسوم و نحوه اداره امور محلی رو ببینه، با چشمای خودش مطالعه کنه. این نکته مهمه، یعنی داره میگه که نمیتونه از دور وایسه توی پایتخت و طبق یه سری اصول کلی سیاست یا کشورداری اون سرزمینی که دور ازش رو فرمانروایی یا مدیریت کنه. اصطلاح امروزی ها چیه؟ یعنی میگه باید میدان باشه، باید داده های میدانی داشته باشه، یعنی باید واقعا بره تو میدان نگاه کنه چطوری آدم های اون سرزمین دارن خودشون رو اداره میکنن، زبانشون چیه، راه رسمشون چیه و اونا رو یاد بگیره. خب این باز فکر کنید به چیز، به هم به اون دوتا بال که دارم میگم، دارم این دوتا رو داره هم ازشون انتقاد میکنه هم استفاده میکنه، یونان و مسیحیت. خب شیوه مورد علاقه یونانی ها برای حکرانی چیه؟ اینه که یه کسی که علم فلسفی داره اون بالا باشه و از اون علم فلسفی در واقع به کل شهر اتوریتش سرازی میشه. خب برای یک یونانی این، با اینکه ماکیاولی داره اینو نقد میکنه، ولی قابل فهمه. خب یونانی توی پلیسی زندگی میکرد که نهایتا جمعیتش 5000 نفر، آتن در اوجش 10000 نفر بود که کم شد، ولی برای یونانی این قابل فهمه. بعدن در مسیحیت همین فکری که یکی باید علم داشته باشه تبدیل میشه به کسی که باید واقعا مورد تایید پتروس باشه و این همین تایید الهی داشتنش کافیه که برای اینکه بر کل سرزمین‌های مسیحی که اروپا بود اون زمان اصطلاحش میگفتن امپراتوری مقدس روم، فقط کافی بود که تو این تایید الهی رو داشته باشی تا بر همه اینها حکمرانی داشته بکنی و اتوریته داشته باشی. پس اینو داره نه، داره میگه از راه دور نمیشه بکنی که باید واقعا بری روی زمین و همه داده های میدانی و تجربی رو به دست بیاری. این نکته این قسمتش. خب اینجا فقط من دوباره برم به اون گفتم بحث چیز بشین، شاخکاتون چیز بشه، بذارم توی چیز، توی خود اسکینر از کلمه این چیز استفاده کرده luck and great good luck. اگه ببینید and great ability or needed to hold on. ببینید به نظر من یه اشکال کار این چیز اسکینر اینه که اینجا می‌نویسه luck ولی خود منسفیلد می‌نویسه همین ویرتو استفاده میکنه. شما به ایتالیاییش هم برین نوشته فورتونا کودی در به کسی فاقه کودی پسیانه
کجا کستومی اردینی؟ گران فورتونا گراند اندیویس را تنرلی. خب گران فورتونا گراند اندیویس را تنرلی. این به برمیگرده باز به سبک ترجمه اسکینر که دوست نداره و ویرتو رو به کار ببره. من ترجمه من مال منسفیلد رو از استراتژی بهتر میدونم و باز همین اینجا گفتم فورتونا وقت وقتی که به کار میبره فورتونا تو ذهنتون باشه. ببینید ولی نکتش اینه که وقتی که اسکینر به کار میبره گود لاک میدونه که فورتونا استفاده کرده چیز ماکیاولی و فورتونا رو داره در معانی جدیدی به کار میبره. خب اینجا کاملا منظورش لاکه، شانس به معنی شانس. یعنی اگر وقتی یه جای نوعی رو گرفتی و زبانش یکی نیست فقط با شانسه که میتونی اینجا رو، یعنی هیچ برنامه‌ای میگه که نداره. و مثال ترکا در یونان رو میزنه. اینجا مهمه دیگه که دقت کنید هر چه کلمه‌ای که شبیه این هستن لاک، فورچن، اینا همه شاخکاتون باید چیز بشه، باید سریع تیز بشه که منظورت چیه. آیا فورتونا داری بکنی؟ و اگه فورتونا داری بکنی بری به چه معنی داری اینجا بکنی؟ اینجا داره میگه که وقتی که کشورهایی رو که منظم شده کاملا همه چیزش از لحاظ فرهنگ و هنجار و نهادها فرق داره نمیشه great good luck and great ability are needed to work. یعنی داره میگه که انگار اصلا نمیشه، خیلی سخت. چون در جلوتر که میدیم یه جایی داره میگه فورتونا رو میشه چیز کرد، میشه به دست آورد. اینجا لاک با فورتونا یه فرقی که داره اینه که تو ایتالیایی این فرق هست، تو انگلیسی نیست. فورتون و لاک اینجا فرقش اینه که لاک رو، لاک یعنی کاملا شانس، یعنی شما میدید بیرون یهو یه سکه طلا میفته جلو پاتون. خب واقعا شانس، دست هیچ کسی هم نیست. یه جایی از شانس رو میتونی کنترل کنی، اون میشه فورتونا. این دوتا شانس کنترل شده و کنترل نشده جفتش در بطن کلمه ایتالیایی فورتونا هست، در انگلیسی نیست فورچن. برای همین اینجا خاصه به لاک ترجمه کنه و خب اونم بخت ترجمه کرده که کاملا عوض کنی. ولی من کلا همیشه توصیه هم اینه که هر جا کلمه این شب اینو دیدین به فورتونا چیز کنید، چون دائم داره این کلمه فورتونا رو هی بهش معنی اضافه میکنه ماکیاولی. این از این، بذاریم بریم جلو. خب خب مثالی که از ترکان یونان میزنه خودتون بخونید دیگه، فقط از لحاظ فرهنگی و زمانی کاملا فرق داشتن و داره میگه تنها کاری که میتونست بکنه سرکوب و این هست، خیلی حرف چیزی نمیزنه. اینجا این قسمت خیلی بیشتر مثال و این هست، باز همین ما از اون قسمت هایی که مثال زدیم تند رد بشیم. خب یک چاره صحبت دوباره چی از منظم کردن جاهایی که با هم هیچ چیزی ندارن، هیچ قرابت فرهنگی ندارن. یک چاره بهتر برپا کردن یکی دو کوچنشین است که راهگشا با آن سرزمین باشد و یعنی همواره میباید سپاه گران از سوار پیاده رو در اونجا داشت. و خب سپاه گران از سوار پیاده خرج برمیده، ولی اونایی که کوچنشینن خودشون از پس خرج خودشون در میاد. برپا کردن کوچین هزینه چندانی در بر نداره و شهریان میتونه بدون اینکه چیزی از قوم آنها را برپا و نگهداری کنه. و در این کار تنها کسانی زیان خواهند که زمین خانش ستانه و جانشون تازه سپردن. خب اینم مثالم زیاد هست دیگه، تو خود تاریخ خودمون هست. مثلا شاه عباس ارامنه رو کوچ داد به اصفهان،
حالا به دلایل هر دلایل واردش نمیشیم، ولی زیاد استفاده میکنن از این تاکتیک فرمان روایانی که شایست، یعنی کار بلد هستن در مثلا. خب بعد میگه باز خب حالا وقتی که آدم های جدیدی رو میاریم مشکل کاملا هم حل نمیشه، چون باید یه سری آدم ها رو به زور کوچ بکنید و یه سری بیارینش توی کشور جدید، همونایی که کوچ داده شدن سخت کار چیزشون و همونایی که تو سرزمین مقصد هستن شاکی خواهند شد. کل حرفش از اینا چیه؟ اینه چون شما این کل این پاراگراف رو بخونید داره راجع به سختی های این نوع انضمام کردن، منظم کردن سرزمین هایی که با هم هیچ قرابت فرهنگی و زبانی دارن اشاره میکنه. این کل این حرف اینه که خیلی سخته، یعنی شهریار نکنه کن. دقیقا اینجا داره همین حرف رو میزنه که اگر خواستی یه جایی رو حمله کنی به یه جایی استراتژیک فکر کن، همینطوری برای اینکه حمله کنی نرو، یه جایی رو سعی کن تسخیر کنی که قرابت زبانی و فرهنگی و هنجاری با تو داره. داره دقیقا اینا رو میگه. و نقطه بعدی این پاراگراف اینه که این طرز تحلیلش رو که میبینید داره تحلیلهای تجربی میکنه، یعنی تحلیلهایی که مبتنی بر تجربه است. میگه که اینها و مقدار زیادش هم روانشناسی دیگه، میگه اینا که آزار دیدن به چیز ناراحت میشن، اینا که این خود این آزار باعث چیز میشه، باعث عدم ثبات میشه و جنگ رو بیشتر آشوب. به این نوع تحلیلش هم دقت کنید، چه نوع تحلیل، چه جنسی از تحلیل داره. مثلا بخوام بگم این چه نوعی که افلاطون ماکیاولی دوست نداره، چه نوع استدلال تحلیل و استدلال دوست نداره، باز مراجعه کنید به استدلال هایی که افلاطون در جمهور میکنه دیگه. فقط یه سری استدلال هایی هست که اصلا مبتنی بر تجربه نیستن. مثلا میگه که ساکنان پلیس فرضاً چندین نوع پلیس رو برمیشماره، میگه ساکنان پلیس که در یه آریستوکراسی زندگی میکنن هیچ وقت خوشحال نیستن، برای اینکه دائم میبینن که یه گروه کمی بر اونها دارن حکمرانی میکنن. خب اینجا ماکیاولی میگه که اینقدر راحت هم نیست، یعنی باید بری، مثال هایی هم میزنه، میگه که اگر اون آریستوکراسی ها همزبان باشن، هم فرهنگ و هم زبان باشن، خب نه اتفاقا مشکلی نیست، و اگر اون آریستوکرات ها به چیزها به قوانین محلی انگولک نکنن باز مشکلی نخواهد داشت. و داره خیلی تحلیلی و تجربی داره فکر میکنه نسبت به امر سیاست، برعکس اون چیز افلاطون. این دائم این رو در نظر داشته باشید که جنس تحلیل و استدلال چطوریه و در واقع رقیبش که به چه کسی داره پاسخ میده. کمیشه این دوتا زوج مرتب مسیحیت و یونان هست. خب اینجا باز همون مشکلات کوچ دادن رو بررسی میکنه که من واردش نمیشم. اینجا باز مثال میگه که کسایی که خیلی خوب تونستن کار کنن در این زمینه رومی ها بودن، حالا بعدا جلوتر هم که میره از کوروش هم و داریوش هم مثال میزنه. در نهایت همه چیز ببین، مثلا اینجا یه مثالی بخوام بزنم، اینجا مثلا از سر ترس، از سر جاه طلبی. خب اینا خیلی لغت های مهمی هست. مثلا باری شهریار که ملکی در کف دارد که با قلم رو اصلی او از جنبه هایی که بشاری ناهمگون است، می باید خود را راهبر و پشتیبان دولت های کوچکتر همسایه نشان دهد و بکوشد تا توان قدرتمندتران را بکاهد و به هیچ روی نگذارد، به هیچ روی نگذارد که دولت بیگانه ای همطور از با پایان ناهیه بکشاید، زیرا چه بسا ناخشونان از سر
جاه طلبی بسیار یا اثر ترس راهنمای آن دولت به درون شوند، چنان که دیده است، دیده شده است. خب این دو تا کلمه خیلی مهمه دیگه، اثر جاه طلبی یا اثر ترس. این باز اینطوری فکر کنید که در فکر قدیم، در فکر باستانی، ارسطو میگه انسان حیوانی است که عقلانی است. در واقع همین درخت رو شروع میکنه، میگه موجودات زنده، موجود زنده که متحرکن، موجود زنده که متحرک نیستن، اونایی که متحرکن میشن حیوان و انسان، و فرق انسان و حیوان اونیه که در واقع انسان موجودی است عقلی، و در نتیجه کارهایی هم که میکنه از رو عقله. اینجا ماکیاولی میگه نه، اثر جاه طلبی یا اثر ترس، احساس. اینطوری بگم، در فکر قدیم مشخصه تعریف انسان عقله، در فکر مدرن مشخصه تعریف انسان احساسش، که اینجا اولین مثال هاشو میگه در ماکیاولی. بعدن مثلا در آدم اسمیت میبینید انسان اصلا موجودی است که دنبال نفع خودشه، نفع مادی خودشه. پس انسان کسی نیست که دنبال مثلا فکر کردن راجع به حقایق فلسفی باشه، عقلانی نیست، دنبال نفع مادیه، یا مثلا دنبال اون دنیا نیست، دنبال منفعت‌های این دنیاست. اینا داره در واقع اتفاقی که میفته، تعریف از انسان داره عوض میشه یا باشه باشه. انسان از اون موجودی که متعلق بوده به یه سرزمین دیگه، حالا اون سرزمین دیگه میتونه آخرت باشه یا میتونه سرزمین عقل باشه، عقل هم به عنوان یه چیزی که ذهن، حالا اینطوری بگم، به عنوان چیزی که فقط مادی نیست، انسان رو دارن در واقع میارن به سرزمین احساس و سرزمین نفع های مادی. این دو تا کلمه خیلی مهم، جاه طلبی و اثر ترس. و البته مثلا مثال هایی در فکر قدیم هست که رو این کار کرده، مثل توسیدید میمونه، مورخ یونانی، ولی چیز نیستن دیگه، فکر مسلط در واقع نیست در فکر قدیم. ولی اینجا مثلا ماکیاولی خیلی به توسیدید نزدیک میشه. اگر خواستید تاریخ جنگ های پلوپونزی رو بخونید، علل جنگ اسپارت و آتن رو یکیشو جاه طلبی گفته. وارد اون نمیشم چون بس راجب توسیدید نیست، راجب به ماکیاولی. خب اینجا باز میاد پایین تر، این توضیحات رو میده، همون مثال ها رو میزنه، خودتون بخونید دوباره که بفهم ببینید چطوری داره استدلال و تحلیل میکنه. و میاد باز پایین تر، همون مثال ها رو میزنه، چرا کار نکرد اون چیز یونان و مقدونی ها. این مثال هاشو اینجا میکنه، رد میشه مزش مینی پایین، و دوباره حالا میایم اینجایی که به همون مورد چیز خورد، فرانسه. یعنی در واقع اون مثال ها رو از اون داره از مثال دوم میزنه، از اون دلیل دوم میزنه و میاد به میبندتش به فرانسه. اکنون به سراغ فرانسه میرویم. آیا هیچ یک از آن کارهایی که برشمریم در ایتالیا کرده است یا نه؟ من از دوی سخن خواهم گفت، نه از شارل، زیرا که وی دراستر در ایتالیا مانده و رفتار او را بهتر میتوان پژوهید و خواهیم دید که آنچه او کرد درست خلاف رفتاری است که برای نگاهداشت فرمانروایی خود برای کشور بیگانه میباید کرد. از این پایین پس همش راجع به خطاهای لوی هست. اینو توصیه میکنم دوباره بخونید، یعنی با توجه به اینکه اون بالا چه اتفاقی افتاد، حالا بیاین بخونید ببینید اینجا دلایل شکست لوی رو در ایتالیا و میلان علی خصوص لومباردی میگه. بازم رد میشیم، خیلی چیزهای مثالهای تاریخیه. بازم اینجا هم همینطور مثالهای تاریخی رو میزنه. من از اینجا هم خیلی سریع رد میشم، باید خودتون دوباره بخونید، مراجعه کنید به
حتی واقعا مراجعه نمیخواد بکنی به تاریخ اون چیزا، خودش داره توضیح میده که چه اتفاقهایی افتاد. کاری که من میخوام بکنم اینه که برسم به آخره، به آخرین پاراگراف این. به آخرین پاراگراف اینجا و در واقع این از اینجا شروع میکنم. بدین سان شاه لویی لومباردی را از آن رو از دست داد. لومباردی گفتم منطقه شمال ایتالیا، لومباردی اسمش که خاندان لومبارد اونجا رو تحت تسلط اونها بود. بدین سان شاه لویی لومباردی را از آن رو از دست داد که هیچ یک از آنها اصولی را که دیگران برای گرفتن سرزمینی و نگاه داشتن هم به کار میبرند به کار نبست. اینجا جالبه کلمه اصول به کار برده. چطوری؟ چه اصولی بوده؟ اول نکته اول اینه که خب خود ماکیاولی داره این اصول رو مینویسه و این اصول رو از کی داره مینویسه؟ نمیشه از اصولی را که دیگران برای گرفتن سرزمینی و نگاه داشتن میخوان میبرن. یعنی یه سری آدم های دیگه بودن که اصولی رو میدونستند، آدم هایی که منظورش این سردارها و جنرال هاست، کسایی که تونسته بودن این لومباردی رو اداره کنن. داره میگه اونا یه اصولی داشتن ولی اون اصول فقط تو ذهن اونا بود، یعنی به صورت تجربی میدونستن یا به صورت اتفاقی میدونستن. من دارم اینو به صورت اصول به کار میبرم. خب یعنی من دارم میبینم اونا چی کار کردن، حالا دارم از رفتار اونا و میبینم که نتیجه کارشون در لومباردی موفقیت آمیز بوده، پس اونها رو به عنوان یه سری اصول استخراج میکنم. از چه رو؟ چطور؟ پس روشم چطوریه؟ روشم مشاهده است. اینکه اسم اصول رو بهش گذاشتم، یعنی اصل رو بهش گذاشتم از این روی که نتیجه خوبی داشته، نه از این روی که استدلال منطقی خوبی پشتش هست. این داره میگه که من نگاه کردم به اعمال دوک فرانچسکو، یکی از لومباردی قدیم، دیدم که چی کار داره میکنه و بعد نتیجه کارش دیدم، پس فهمیدم که بر اساس این کارهایی که کرده نتایجش خوبه، پس کارهاشو به عنوان اصل بیام استخراج کنم و برای تو ای شهریار و تو ای خواننده اینو بنویسم. پس باز دوباره تاکیدش روی روش خودشه، چطور من از روی رفتار دارم نگاه میکنم و مینویسم. اینجا باز دوباره جلوتر که میاد باز مثالایی میزنه که خیلی چیز نمیخوام واردش بشم. مثلا من در نانت در این باب با در با روان در این باب با روان سخن گفتم. یه آدمی که خودش منظورش اون دورانی بوده که خودش دیپلمات بوده، مهم نیست. آن زمان که والنتینو به رومانیا لشکر کشید، هنگامی که کاردینال روان با من گفت که ایتالیان از جنگ چیزی نمیدادند، من در پاسخ گفتم که فرانسویان نیز از سیاست نمیدانند وگرنه نمیگذاشتن کلیسا چنین قدرتمند شود. در ایتالیا دیدیم که فرانسه چگونه اسباب قدرتمند کلیسا و اسپانیا را فراهم کرد و این دو چگونه اسباب در هم شکستن فرانسه را فراهم آورد. از این یک حکم کلی برمی آید که همواره درست است یا کمتر نادرست از کار در می آید و آن این که هر که اسباب قدرتمند دیگری را فراهم کند، اسباب بیچاری خود را فراهم کرده است، زیرا آن اسباب قدرتمندی را یا با حیله‌گری فراهم آورده است یا با زور، و این هر دو مایه بدگمانی کسی است که با زور دیگری به قدرت رسیده است. باز دوباره اون به اون اصل خودش داره اینجا اشاره میکنه که از این یک حکم کلی برمی آید که همواره درست است یا کمتر نادرست از کار در می آید.
اینم خیلی مهمه. باز میگه ببینید چطوری داره به کار میبره حرفاشو. هنگامی میگه کاردینال گفت شما ایتالیا جنگ چیز نمیدونی، یعنی جنگاورهای خوبی نیستید، اونم میگه شما از سیاست هیچی نمیدونی، وگرنه نمیگذاشتن کلیسا چنین قدرتمندتر شود و چون گذاشتن قدرتمندتر شد نتایجش این شد در هم شکستن فرانسه. پس از این نتیجه بعد قدرت دادن از کلیسا میتونیم به این حکم کلی برسیم که به کلیسا هیچ وقت قانون قدرت آن زیاد ندیم. ولی باز اینو هم میشه کلی تر کرد که کلیسا به عنوان یک مرکز قدرت و اسپانیایی ها و فرانسویان به عنوان یک مرکز قدرت دیگر نباید یک مرکز قدرت به یک مرکز قدرت دیگه اسباب قدرتمندیش رو فراهم کنه. چرا؟ چون فکر ظروف مرتبطه بیفتید در فیزیک، هر چقدر از این فشار از این بیشتر میره به این میره بالاتر، ظروف هست، یعنی از فشار از این میرسه به اون. شما هر چقدر قدرت رو از خودتون کم کنید به قدرت دیگران دارید اضافه میکنید. این یه همچین فکری هست. این ظروف مرتبطه هم از این جهت گفتم که در اون دوره در فیزیک در ایتالیا مخصوصا این توی فیزیک میانات و فیزیک سیالات خیلی مطرح بود و این پارادایم، این مدل ظروف مرتبطه در جاهای دیگه هم استفاده شد. مثال معروف استفاده فیزیکی در فلسفه همون چیز دیگه، همون انقلاب کوپرنیکی کانت، که کوپرنیک چطور گفت نه اتفاقا زمینی که دور خورشیده اینو چیز میگرده، اینو کانت در واقع میگه که من یه انقلاب کوپرنیکی کردم، یعنی به جای اینکه بگم ما به تجربه ببخشید تجربه ما جهان و تجربه از جهان خارج در واقع بر ما میاد، داره میگه که نه ما اتفاقا داریم مفاهیم خودمون رو بر جهان خارج اعمال میکنیم. فقط مثال دادم که ببینید این قسمت های دیگه از فیزیک و علم جاهای دیگه به کار گرفته میشن به صورت استعاره، و اینجا این استعاره ظروف مرتبطه اینجا در واقع خیلی خوب جواب داده. پس کاری که میکنه ماکیاولی اینه که براتون از اون بادا رو که دوباره برید بخونید، مثال زده، مثال این چه بده، این کار نباید بکنید، کار نکنید. آخرین پاراگراف میگه پس از این مثال ها من دیدم که میشه این حکم کلی رو انجام داد. پس از مثال رسید، مثالش هم زیاد نیست، یه مثال فرانسه رو زده و اونجا ترک‌ها و یونانی‌ها و یونانی‌ها. یعنی اگه شما این ذهن منطقی داشته باشی میگه خب از این سه تا مثال که نمیشه حکم کلی به دست آورد، ولی داره میگه که من دارم این کارو میکنم، یعنی دارم یه علم جدیدی از سیاست تأسیس میکنم که منطقی نیست، بر پای منطق روشش نیست، بر پای مشاهده است، و از اون مشاهداتم اون اصول رو در واقع استخراج میکنم. و حالا جلوترم که میریم، یعنی اینا رو اگه به ایتالیایی، مثلا همین قسمت رو اگه به ایتالیایی آدم بخونه، انگلیسیش هم حالا خیلی خوب این نثر رو نمیتونه، آهنگ نثر رو نمیتونه منتقل کنه، ولی من حالا میارم. From this we derived this generalization which is almost always valid. Anyone who enables another to become powerful brings out his own ruin, for the power is increased by him either through guilt or through force, and both of these are reasons for the man who has become powerful to be his own god. یه خورده سعی کردم چیز ایتالیاییشو در واقع منتقل کنه، ولی خود ایتالیاییش خیلی آهنگینه و این یه حالت بلاغی هم داره بهش که اینجا از اینجا شروع میشه. دی که و اون رگول جنرال لکوال مر رو فضا، فقط اینو میخونم که ببینید داره یه جوری نه فقط شما رو به صورت تحلیلی میخواد اقناع کنه، داره به صورت بلاغی هم میخواد شما رو در واقع چیز کنه،
اغنا کنه شما، فقط نمیخواد استدلال به کار ببره. و اینم فقط نکته اینم هستی که which is almost always valid، حالا اینجا valid به کار میبره و call my رف، ولی my رارو فعلا یعنی کمتر غلطه، ایتالیاییشه کمتر غلطه، خود آجوری خوب گفته که کمتر نادرسته، همواره نادرست نیست، فقط کمتر نادرست. یعنی داره منظورش چیه کمتر نادرست؟ یعنی وقتی شما دارین به سیاست کار میکنین به درست فکر نکنین، یه روش درست جهانیه، جهان شمول منطقی وجود نداره، به نادرست کمتر نادرست وجود داره. و چطوری میتونی اینا رو بفهمین؟ از نتایج اعمال. مثالاش هم که دیدیم فرانسه این کارهای اشتباه رو کرد، پس اون کارش نادرسته، اون رومیا این کارا رو کردن پس کارشون کمتر نادرسته. این خیلی مهمه که کلمه کمتر نادرست رو به کار برده چیز ماکیاولی. خب این از این جلسه که بخش سه رو تموم کردیم که خب شامل هم مثال ها بود و این چیز آخر هم که خیلی این خیلی مهم بود، روش شناسی ماکیاولی رو ببینیم، منظورش از فهم ماکیاولی از صدق و کذب چیه. صدق و کذب منطقی نیست اینجا منظورش. خیلی هم عالی، اینجا این قسمت تموم شد. برای قسمت بعد ما همین فصل 4 رو بخونید همش، رو باز به همون فصل 4 میپردازیم. الان هم که حالا یه 10 دقیقه سوال بکنید در مورد این جلسه، مسائل این جلسه نه مسائل کلی. خب اینجا من چند تا اول چند نفر اینجا چیز نوشتن، من بگم رواداری بهتر نیست؟ نه، هم زندگی چیز آزاد که گفته که بهتر رواداری فکر نمی‌کنم، رواداری رفتی نداره. اینجا گفته سرزمین، من چون ندیدم این قسمت چیزو، این چت رو اون زمانی که نوشتین، منظورت از اینجا رو باید مشخص کنیم کجا گفتیم. خانم پیروزه شهباز، اسکینرز گود لاک به جای فورتون، درسته گفتم، مثال زدم دیگه، چرا یعنی مثال که نه توضیح دادم چرا گود لاک استفاده کرده و نه فورتونا. ولی میگم شما ترجمه منسفیلد هم کنارش داشته باشید، چون اون هر جا فورتونا دیده فورتونا گذاشته، سعی نکرده ترجمه کنه به هر به انگلیسی، فورتونا رو همیشه فورتونا گذاشته. اینجا رو مثلا نمیگه گود لاک استفاده نمیکنه منسفیلد. من بیشتر با اون روش اون بیشتر میپسندم تا روش اسکینر رو، و آره به نظر من بهتره. ولی به صورت یه چیز کلی بگم دیگه بهتون، همونگاه این کلمه هایی مثل بخت، لاک، اینا رو شنیدین شاخکاتون چیز بشه، واقعا حساس بشه که این منظورش چیه. فورتونا منظورش فورتوناست، و مراجعه کنید به چیز، به منسفیلد، ببینید اون چطوری استفاده کرده اونجا. یعنی آیا ممکنه پایینش مثلا یه توضیح داده باشه براتون که اینجا منظورش از فورتونا اینه؟ چون باز میگم فورتونا رو داره دائم در معانی مختلفی به کار میبره، ولی یک کلمه براش استفاده میکنه. خب داره معانی جدیدی داخل کلمه فورتونا چیز میکنه، جای میده، جاسازی میکنه. خب برای این موضوع میشه رفتن کمبوجی به مثل، بله مثال خودمون هم زیاده دیگه، یعنی در تاریخ خودمون هم زیاد هست از این مثال ها. و آره گویا بعضی ها میگن حتی عوض کردن پایتخت به تیسفون هم یکی از دلایلش این بوده که از میخواستن اون منطقه رو امنیتش رو حفظ کنن. حالا من مورخ نیستم ولی این هم خوندم، ولی مثال های زیاد هست در تاریخ خودمون هم زیاد هست.
خانم نیمپور، ببخشید من از متن اینجور فهمیدم که استراتژی پیشنهاد استراتژی نظامی و کنترلی بوده. ببینید کنترلی، آره دیگه، داره میگه وقتی که فرهنگ شما با فرهنگ کشور جدید با اون فرهنگ حاکم فرق داره، فرهنگ و زبان فرق داره، تنها راه کنترلشون کنترل نظامیه. ولی بعد داره میگه خب این روش کارساز نیست، این روش باثبات نیست و ایراداتش رو براتون می‌نویسه. نوشت دیگه در مورد ترکیه، ترک‌ها و یونان نوشت که این تسلط نظامی کامل کارساز نیست، پایدار نیست، با ثبات نیست، ممکنه برای مدتی کار کنه و با ثباته. داره به زبان بی زبانی میگه که اگر میخوان جایی رو بگیرین سعی کنید هم فرهنگ و هم زبان باشه، یا اگر نیست آدم پوچ بدین به اونجا که فرهنگ محلی عوض بشه. ولی خب بازم داره میگه این مشکلات جلوی روی این استراتژی هست و کلن داره میگه که این کار نکنید. این همچین چیز کلی رو داره میگه. و به نظر اسکینر چند جا معانی متفاوت برای فورتونا استفاده میکنه. بله، یعنی ببین اسکینر اینو ترجمه نکرده، اینطوری بگم این پرایس ترجمه کرده که اسکینر ویرایش کرده دوباره، واسه همین خیلی از جاها رو اسکینر نتونست عوض کنه. من توصیه میکنم هر جا کلمه های شبیه همین لاک، بخت، اینا دیدین تو ذهنتون فورتونا بیاد، نه این کلمه هایی که لاک هست توش یا فورچن هست توش. همون کلمه ایتالیاییش باشه خیلی راحت تر، هم یه وحدت رویهی به ما داده میشه و هم بهتر میتونیم منظور ماکیاولی بفهمیم. این در واقع شیوهی که منسفیلد هم استفاده کرده در چیزش، در ترجمهش همه جا فورتونا استفاده کرده برای اینکه وحدت رویهی ترجمهش داشته باشه، یه وحدت استراتژی داشته باشه و باش چی میگن؟ اسکینر هم همین کار میکرد. توسیدید، بله توسیدید هم در عوامل، در علل و عوامل جنگ آتنوسپار جاه طلبی و شکوه و جلال رو مثال میزنه که خب بعد معروف هم شده تو استراتژی توی روابط بین الملل به تلیه توسیدید ترپ. خودتون سرچ کنید راجبش بخونید، توسیدید ترپ مفهوم جالبیه در روابط بین الملل. آیش خیلی زاده، هابز و لاک جواب نمیدم در مورد هابز و لاک، ربطی به اونا نداریم. به تعبیر معقول را از محسوس به دست می آورد. بعد اینم کلمه تکنیکیشه. بعد خانم نعمت‌پور در باره دهیست از شیوه بلاغی و آهنگین. خب گفتم برای ماکیاولی انسان عقلش اولویت نیست، به صورت اولیه موجود عقلانی نیست. یعنی تعریفی که از انسان میخواد ارائه بده، تعریف این موجودی که عاقله نمیده، موجودیه که جاه طلبه، موجودی که احساس داره. پس برای کسی که احساس داره بعضی وقتا باید استدلال منطقی کرد، بعضی وقتا باید بلاغی، بعضی وقتا هم جفتش. و خب اینجا داره میفهمه که از چند تا مثال نمیشه یه حکم کلی آوریدی. ببینید ماکیاولی منطق خونده، گفتم توی جلسه اول چه آموزشایی دیده بود، منطق جزء اونا بود. میدونه که از این چند تا مثال نمیتونه حکم کلی به دست بیاره، پس برای اینکه اصطلاحاً دست اون بچه زرنگا رو بپیچونه، بعد ببنده دست اونا رو، یه استراتژی بلاغی هم به کار میبره که شما متوجه نشین، توجه نکنید به این گاف منطقیش، یا بهتر بگم گاف منطقیش رو بفهمید ولی ببینید که این خب داره یه کار دیگه هم میکنه. شاید میخواد بگه که یه نوع جدیدی از استدلال هم داریم که در سیاست به کار میبره و من دارم اینو به شما یواش یواش نشون میدم. این دوتا استراتژی رو داره بلاغی و آهنگین به کار میبره، این دوتا قصر رو داره. بله
آقای تهرانی، جلسه های مقدمه واضحا دروغ و فکر کنم فهمونی که داره به ما به تیز هوش باشیم و بازم دروغ بگیم. این دروغ هایی که رو متوجه بکنیم دروغ آمار شاید تعمدی نداشتیم. فعلا نه، فعلا داره در مرحله ای که میخواد روشش رو توضیح بده و خب نمیتونه حواس ما رو خیلی پرت کنه به اینا. ببینید شهریار علاوه بر اینکه یه کتاب تحلیلیه، یه تحلیل میکنه که سیاست چیه، چه چطوری باید کار کرد، یه کتاب آموزشی هم هست، آموزش شهریار، مثل سنت سیاست نامه نویسی خودمون. این کتاب خواجه نظام مینویسه برای ملکشاه سلجوقی که آموزش ببینه ملکشاه، فقط قشنگ نویسی و تحلیل نیست. شهریار هم همین نوع کتابه، یعنی آموزش هم میده. ولی خب برای آموزش دادن باید استراتژیک بود دیگه. شما نمیتونی ذهن خواننده رو دائم درگیر یه سری چارچوب‌هایی بکنی و همزمان توضیح هم بدی روشتو. باید روشتو اول خیلی تمیز و روشن نشون بدی و بعد بیای جلوتر حالا بر طبق اون روش اون شیطونی رو انجام بدی. ولی فعلا تو این مرحله اولیه خیلی از این شیطنت ها نمی کنه و خب دلیلش هم گفتم آموزشیه، پداگوژیکه. خانم نعمت‌پور آشوری در مورد اول گفته کشور و در مورد دوم از پروینسی ها گفته سرزمین. بله میگم خیلی یکی از بدی های این آشوری اینه که وحدت ردیه نداره دیگه. یعنی اگر پروینسی ها رو همه جا یه جور تجربه میکرد خیلی بهتر بود. ولی خب پروینسیا یعنی همین پروینس انگلیسی، استان، یا یه چیزی بزرگتر از شهر، یه ناحیه‌ای بزرگتر از شهر. سرزمین خیلی دیده. چون ببینید پروینسیا حدود و سقور داره، سرزمین حدود و سقور خاصی نداره. پروینسیا یه حدود و سقور داره، یه بوروکراسی مشخصی داره و یه نظم و ترتیبی داره، خودش رو جدا میکنه از استانهای مجاور خودش، استانهای دیگه. واسه همین پروینسی ها دقیق تره و اینجا داره میگه که واسه همین داره میگه از دوتا تفاوت فرهنگی استفاده میکنه. شما داریم میگه یه جایی رو که تفاوت فرهنگی داره رو تسخیر میکنید، نه یه جایی که سرزمینه هیچ حدود و سقوری نداره. منظورش اینه در واقع از پروینسیا و بزرگتر از شهر هم هست، بزرگتر از آره شهر هم هست. اینطوری نظر بگیریم. خب سوال دیگه ای نیست. برای دفعه بعد شما همون در واقع فصل 4 رو بخونید همشو، امیدوارم برسیم بهش. ولی اگه نرسیدیم فکر میکنم بتونیم به همه 4 رو برسیم، ولی کل فصل 4 رو بخونید تا بریم جلو. سوال دیگه ای نیست به نظر میاد. سوال خیلی ممنون و بازم تاکید میکنم که اون کتاب طباطبایی هم کنار این کتاب چیز بخونید، کنار این ترجمه آشوری بخونید. اگر انگلیسی رو که میخونید که هیچی لازم نیست مانه طباطبایی بخونید، ولی اگر فارسی رو داریم میخونید حتما اون کتاب طباطبایی رو هم کنارش بخونید. بسیاری خسته نباشین و تا جلسه بعد خداحافظ شما.